شراغلاس خبرونه ته د لمر ماشام خبرونه ل نجيبي سره ما سره وجهه جان ناسره او خواړه هم زمونږ د ورځې هم تیار دي جان محمد تیار دي او تیار دي تیار دي ل خیره سره سیدا نو تاسو جان محمد د ورځې تور توای تور ته مشکابونه کې مونږ ته چې هغه مونږه زو وجهه جان بیا قضاوت کو چې خی پخ کړی دي کنه دمه باسلې صحیح کنه ترغه پر یک سوال درنه پښتون کې وخت کې هنرمندا مثلا وقتی که شما میخوانین ده این نمی مسلک شما آمدین ده هنر شما و نغمه جان موخ خانم پرستو و خانم هنگمه جان کلشان شما چه رقم این نمی چینج که از تبدیلی که از چه رقم میبینین شما ایره خوب است بد است به نظر شما؟ خب اول باید بگویم که موسیقی سبکای مختلف خود داره. خب موسیقی پاپ است، کلاسیک است، خب اگر بیرون افغانستان موسیقی محلی است، نه؟ متاسفانه در بین مردم تفکیک از همین وجود نداره. مثلا از آوازخانه که من مثلا پاپ خان است، مثلا توقع یک آها پارچه غزل میشه، خب طبیعی است که من غزل خان نیستم، پاپ خان استم. یک رقم توقع مردم نمیفهم بیشتری است که یک آوازخانه که وقتی مطرح میشه چی در زمینه موسیقی محلی، موسیقی کلاسیک، موسیقی غزل و امثالم، اینا باید حتما تمام می موسیقی ها را اینا اجرا کنن یا می آواز ها را بخوانن که ممکن نیست. ممکن نیست. مثلا من نمیتونم که یک آهنگ کلاسیک بخوانم. درست تو شیوه خاص خود داره، سبک خاص خود داره، تمرین خاص خود داره و اجرای خاص خود داره. که از گذشته دورم اگر بگیریم در افغانستان موسیقی کلاسیک، موسیقی محلی اینا رو داشتیم، ولی یک مقدار بعدا آماتورا آمدن در موسیقی که خب موسیقی آماتور یعنی شوقی به اصطلاح که واقعا آوازخانهایی که مسلکی نبودن ولی زیاد شهرت پیدا کردن در زمانش، مثل زنده یاد احمد ظاهر، زنده یاد ظاهر هویدا و جیلا، زنده یاد جیلا. خب کسایی که استاد ناشناس اینا از مثلا احمد ولی جان، کسایی که اینا موسیقی پاپ کار میکردن، خب در زمینه های مختلف موسیقی، اما امی موسیقی یک مقدار از خرابات بیرون کشیدن و یک کمک مدرن تر ساختن، به این معنا که مثلا خانواده های روشنی هم دی مثلا آمد و آهنگ اجرا کردن و این تاثیرات خود داشت بالای مردم، بالای شنونده و هر کدام از اینا رو که ببینین تا امروز هم مثلا شهرت دارن. یعنی به این معنا نیست که ما موسیقی کلاسیک ما شهرت نداره، خدا بیامرز استاد بزرگوار، استاد سراهنگ، مثلا استادای دیگه بزرگ که در این زمینه موسیقی کلاسیک هم کار کردن قابل قدر هستن، یا موسیقی محلی رو اگر بگیریم. اما به هر صورتش دو زمان تا امروز مثلا، اما اگر بیایم که بگوییم که به شکل اساسی و درست، مثلا آل کمیت بسیار زیاد است اما کیفیت وجود نداره، بسیار کم شده. به این معنا که کارا، من نمیگم همگی، صدای بسیار خوب وجود داره، استعدادای بسیار خوب وجود داره، اما یک مقدار سرمی اصالت موسیقی بومی خود ما بیشتر توجه نمیشه. مثلا بیرون از افغانستان آهنگا ثبت میشه، مثلا دیگه هوای دیگه، مثلا دیگه فضای دیگه، در حال که ما انقدر موسیقی غنی و زیبای خود داریم که در هر محل و در هر گوشه افغانستان ما موسیقی محل داریم و زیبایی های حضور داریم. و بیشتر گپ عرفا روی پروژه ای شده موسیقی امروز و به شکل متاسفانه اگر تو بگم که کمر تجارتی، یعنی کمرشل شده زیادتر و این غذا هم تیار است و میبینیم از بس پر حرفی کردم گشنه هم شده. خب شما خواهش میکنم این تنها برمست به خود نه تو نخواد باشه، مشترکن 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 است. من میگم در شما رنگ باشید که دفعه بگیرم رنگ برنج خوب معلوم میشه، عطرشم خوبش است، مزدار است. و این هم جان محمد، جان محمد جان دستم درد بسیار مزه دار، مرسی جانتان، تشکر. دیر علا دیر علا دیر علا وجیه جان دیر زیاد همانه نه چې خبرونه ته راغلی تاسو او زما د ملګرو څخه هم جان محمد ډیره زیات همانه نه او از شما هم زیاد تشکر. سلام، مقبول نه وخت، بسیار مقبول، بسیار مقبول.
او وجهجن خدای پامانی کوم خوړم چې خپل لیدونکو ته اساسو مینوال نام خدای ډیر دی په اخیره کې څه ویل ورته غواړی خب ما بیشتر پیام های ما از طریق موسیقی ما از طریق صدای ما منتها میخوایم بگویم که زمانی که یک هنرمند خب ما از بیرون آمدم البته 3 سال نبودم در افغانستان اونم قدره که هنر مردم از هنرمند انرژی میگیرن هنرمندم از مردم خود انرژی میگیره و ما مردم بسیار عزیز داریم بسیار باسپاس هستن و ما یک حرف میخوایم بگویم که مردم میفهمن دوست دارن و ما هم باید برشون بگویم که واقعا همشون دوست دارم و تا وقتی که زنده هستم میخوایم از طریق صدای خود از طریق هنر خود برشون کار کنم و ای بار دلم نمیشه دیگه از افغانستان برم ما خوش میشیم و خدای دیو که چه داسې زمینه ساده چې زمونږ څومره مسافر دي لکه زما غوندې لکه د بجیه جان غوندې جګه خپل هیواد ته راشي او یقین وکړي چې موږ غواړو چې خپل هیواد ته راشو ډیر زیات زمونږ زړه کیږي ان شاء الله همیشه دا خبره کوم چې د الله نه د خو امید په کار دی او ان شاء الله غوړزل نه چې زمونږ ټول مسافر به لکه زمونږ غوندې بیرته خپل وطن ته راستان شي دې سره خبرونه خلاصيږي په لوی الله مو سپارم خوش په ولري تل دی افغانستان دلابمان سیو تشکر